اگه که میخوای با روش‌های خوراکی موهاتو تقویت کنی تا آخر این کلیپ ما رو همراهی کنید. بسیاری از افراد به خاطر عادت‌های بد غذایی که دارن دچار ریزش مو، نازک شدن مو، موخوره و یا حتی پوسته مو میشن. خب حالا باید چی کار کنیم؟ یه سری مکمل های ویتامین توی بازار وجود داره که با مصرف اونها میتونی ویتامین ها و مواد مورد نیاز پوست مو رو بهشون برسونید و اونها رو نجات بدید. اولین دسته ویتامینی که میخوام بهتون معرفی کنم یونیزینک و زینک پلاس هستن. یونیزینک و زینک پلاس سرشار از ویتامین های گروه B و گروه C هستن که باعث افزایش ضخامت موهاتون میشن. دومین گروهی که میخوام بهتون معرفی کنم بیوتین هلس هستش. بیوتین هلس سرشار از ویتامین بیوتین هستش که وظیفه حجم کردن موهاتون رو بر عهده داره و برای کسایی که موهایی که حجم دارن گزینه خیلی مناسبی محسوب میشه. سومین گروهی که میخوام بهتون معرفی کنم مثل هیر ویت، هیر اکتیواتور و پیل فود سرشار از مواد مورد نیاز برای تقویت مو هستش و برای کسایی که دچار ریزش مو هستن گزینه خیلی خوبی محسوب میشه. ولی بعضی از افراد علت ریزش موشون به خاطر عوامل هورمونی هستش که دسته دارویی شامل هیر اکتیواتور، نورکرین و پرفکتیل پلاتینیوم مکمل های خیلی خوبی براشون محسوب میشه چون میزان دهیدروتستوسترون رو روی خونشون کم میکنه و ریزش موی هورمونی اونها تا حدی کم میشه. خانوم هایی هستن که دچار ریزش موی هورمونی هستن میتونن از نورکرین بانوان استفاده کنن. کسایی هم که کاشت مو انجام دادن بهتره در یک ماه اول از زینک پلاس استفاده کنن هر شب و بعد از یک ماه تا مدت 6 ماه از هیر اکتیواتور یا هیر ویت استفاده کنن. امیدوارم اطلاعات این کلیپ براتون مناسب باشه. لطفاً این کلیپ رو با دوستانتون که میخوان موهاشون رو تقویت کنن به اشتراک بذارید.